با سلام و درود به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما هستین. در ابتدا میخوام به دوستانی که به تازگی همراه ما شدن بگم که لطفاً ما رو سابسکرایب کنن و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنن. در این ویدیو میخوایم باهاتون در مورد نفخ معده صحبت کنیم. پس تا آخر این ویدیو در فارسینت همراه ما باشید. اغراق بکنیم یا نه؟ همه ما گاه و بیگاه گرفتار گاز معده میشویم. گاز معده به خاطر بلع هوا و تقسیم شدن غذا در سیستم گوارش به وجود میآید. این گاز یا همان نفخ شکم یا نفخ معده معمولا منجر به آروغ زدن، احساس باد کردن شکم یا خارج شدن باد شکم میشود. اگر شما هم دچار نفخ معده و باد شکم فراوانی هستید، باید تغییراتی در رژیم غذایی خود بدهید. گاز معده به خودی خود مشکل ایجاد نمی کند. به طور میانگین، باد شکم هر فردی در طول روز 14 بار خارج می شود. بعضی ها گاز بیشتری از بقیه دارند و همین باعث ناراحتی یا حتی شرمساریشان می شود. اما به خاطر داشته باشید که بدن افراد مختلف واکنش های متفاوتی به خوراکی ها دارند، بنابراین اگر تغییری در رژیم غذایی خود می دهید، از خوراکی هایی که بیشترین واکنش را به آن نشان می دهید و علت اصلی نفخ معده شما هست بپرهیزید. 1. لوبیا. لوبیا اولین علت نفخ معده است. وقتی پای خوراکیایی میان میآید که باعث ایجاد گاز معده میشوند، لوبیا در صدر فهرست قرار میگیرد. اگر میخواهید بدون پرهیز از لوبیا گاز معده را کاهش بدهید، میتوانید از محصولی به نام بینو استفاده کنید. اگر میتوانید بینو را در دارخونه ها پیدا کنید، نیازی به نسخه پزشک ندارد. تحقیقات نشان دادند که بینو در بعضی از افراد برای کاهش گاز معده مفید است. از دارو که بگذریم، خیساندن لوبیا به مدت یک شب هم میتواند در کاهش گاز مؤثر باشد. 2. محصولات لبنی. لاکتوز قندی است که در شیر و بسیاری محصولات لبنی از جمله پنیر و بستنی یافت میشود. افرادی که آنزیم لاکتوز کافی تولید نمیکنند، در هضم لاکتوز مشکل دارند. به چنین شرایطی ناتوانی در هضم لاکتوز یا نارسایی لاکتوز میگویند. افزایش گاز یکی از عوارض ناتوانی هضم لاکتوز است. اگر احتمال می دهید که دچار این وضعیت هستید، می توانید از جایگزین های غیر لبنی مانند محصولات شیر بادام یا شیر سویا استفاده کنید. راه دیگر هم این است که پیش از خوردن خوراکی های حاوی لاکتوز، قرص لاکتوز مصرف کنید. 3. غلات کامل. سومین غذایی که می تواند علت نفخ معده باشد، غلات کامل است. غلات کاملی مانند گندم و جو حاوی فیبر و نشاسته هستند. باکتری همه اینها را در روده بزرگ تقسیم می کند که منجر به گاز معده می شود. بنش تنها غله ایست که باعث تولید گاز نمی شود. 4. سبزیجات. بعضی از سبزیجات مانند کرم بروکسل، کرم بروکلی، کلم، مارچوبه و گل کلم گاز معده تولید می کنند. این سبزیجات همانند لوبیا حاوی پرابتریل هستند. اما اینها خوراکی های بسیار سالمی محسوب می شوند. پس بهتر است پیش از پرهیز با پزشک مشورت کنید. 5. نوشیدنی های گازدار. نوشابه، سودا یا سایر نوشیدنی های گازدار هم می توانند مقدار زیادی به هوایی که می بلید اضافه کنند. وقتی هوا وارد سیستم گوارش می شود، باید به طریقی خارج شود. همین است که باعث آروغ یا باد شکم می شوید. اگر می خواهید گاز معده را کاهش بدهید، به جای نوشیدنی های گازدار از آب میوه، چای یا آب معمولی استفاده کنید. 6. میوه ها. میوه ها مانند سیب، هلو، گلابی و آلو حاوی قند الکلی سوربیتول هستند که بدن به سختی هضم می کند. خیلی از میوه ها حاوی فیبر حل شدنی، نوع فیبر که در آب حل می شود هستند. سوربیتول و فیبر حل شدنی هر دو باید از روده بزرگ بگذرند که در آنجا باکتری ها آنها را تقسیم و هیدروژن، دی اکسید کربن و گاز متال تولید می کنند. 7. آب نبات. مکیدن آب نبات هم مانند نوشیدنی های گازدار می تواند باعث بلع هوای اضافی شود. خیلی از آب نبات ها از سوربیتول هم به عنوان شیرین کننده استفاده می کنند. این دو عامل می تواند باعث بیشتر شدن گاز معده بشود. 8. پیاز. پیاز حاوی شکری طبیعی به نام فروکتوز است. فروکتوز هم مانند سوربیتول و پرابترین وقتی توسط باکتری ها در روده بزرگ تقسیم می شود، گاز تولید می کند. 9. آدامس.
شاید تعجب کنید که آدامس باعث گاز معده می شود، اما واقعیت این است که جویدن آدامس باعث بل هوای بیشتر می شود. هضم خیلی از آدامس های بدون قند و همینطور آدامس هایی که با قند الکلی مانند سوربیتول، مانیتول، گرین شده اند دشوار است. اگر خیلی آروغ می زنید، احتمالاً پزشک توصیه می کند برای کاهش گاز معده دیگر آدامس نجوید. 10. غذاهای فراوری شده. منظور از غذاهای فراوری شده همان خوراکی های بسته‌بندی شده هستند، مانند نانها، غلات و هله‌هوله ها. این خوراکی ها حاوی مواد گوناگونی از جمله فراکتوز و لاکتوز هستند. این ترکیب می تواند منجر به افزایش گاز معده بشود. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما بودین. شب و روزتون خوش.